سوئد، کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر. مریم رجوی. در حاکمیت این رژیم، هر حادثه طبیعی یا هر مشکل قابل پیشگیری، از ویروس کرونا تا سیل و زلزله، به مصیبت و بلایی بزرگ برای مردم تبدیل می شود. مردم ایران به خصوص زنان، نخستین قربانی تبهکاری آخوندها هستند. فاجعه کرونا در ابعاد کلان و در سطح سراسری جریان دارد و رژیم درباره آن همان تجربه تلخ هواپیمای اوکراینی را تکرار می کند. کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر در آستانه روز جهانی زن با حضور شخصیت‌های سیاسی، نمایندگان پارلمان و مدافعان حقوق زنان. پیام خانم مریم رجوی به گرد همایی زنان نیروی تغییر استکهلم. روز جهانی زن در سال 98 را روز زنان شهید قیام آبان اعلام می‌کنیم. سخنرانان گرد همایی زنان نیروی تغییر در استکهلم. مخفی کاری و پوشاندن حقایق شیوع ویروس کرونا توسط رژیم ایران برای کشاندن مردم پای صندوق‌های رأی بود. این یک جنایت است. در آستانه روز جهانی زن، یک کنفرانس بین المللی در سوئد با حضور شماری از نمایندگان پارلمان از کشورهای نوردیک، شخصیت‌های سیاسی و مدافعان حقوق زنان از کشورهای مختلف جهان در شهر استکهلم برگزار شد. سخنرانان این کنفرانس ضمن اعلام همبستگی با قیام مردم ایران، حمایت خود را از مبارزه زنان ایرانی علیه رژیم زن ستیز آخوندی و برنامه 10 مدعی مریم رجوی اعلام کردند. شرکت کنندگان در این گردهمایی مخفی کاری و پوشاندن حقایق شیوع ویروس کرونا توسط رژیم آخوندی را جنایت علیه مردم ایران دانستند که به منظور کشاندن مردم به پای صندوق رأی در جریان نمایش انتخابات مجلس رژیم توسط حکومت آخوندی صورت گرفته است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی پیامی به این گرد همایی فرستاد. سخنرانان در کنفرانس به مناسبت روز جهانی زن در سوئد عبارت بودند از اینگرید بتانکور، الکساندرا آنسترل، نماینده پارلمان سوئد از حزب مدرات، والنتینا لساکی، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی آلبانی و معاون رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، گونار هگمارگ، نماینده سابق پارلمان اروپا از سوئد تا سال 2019، مارینا روسینگ، وکیل حقوق بشر از سوئد و سرناز چیتساز، مسئول کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران. در این کنفرانس خانم اینگرید شو، عضو ارشد پارلمان نروژ از حزب محافظه‌کار، یکی از 3 حزب تشکیل دهنده دولت و نایب رئیس پارلمان نروژ، در یک پیام به گرد همایی زنان نیروی تغییر همبستگی خود را با مبارزه زنان ایرانی ابراز کرد. در این کنفرانس همچنین شماری از نمایندگان جوامع ایرانی در سوئد سخنرانی کردند. خانم مریم رجوی در پیام به کنفرانس بین المللی سوئد در آستانه روز جهانی زن گفت: دوستان و خواهران عزیزم،
نمایندگان و شخصیت‌های مدافع حقوق زنان، در آستانه یه روز جهانی زن، فرا رسیدن این روز رو تبریک می‌گویم که مبارزات، فداکاری‌ها و رنج‌های زنان برای ساختن جهانی عاری از بهره‌کشی و ستم و خشونت را نوید می‌دهد. امسال روز جهانی زن از قهرمانی زنان به پا خواسته ایران و از خونهای جوشان زنان شهید در قیام آبان گلگون شده و اعتبار و اعتلایی صد چندان گرفته است. از سوی مردم و مقاومت ایران و به نام همه خواهران شهید و اسیرمان، روز جهانی زن در سال 2020 رو روز زنان شهید قیام آبان اعلام می کنیم. اگر روز جهانی زن گوهر اساسیش سرنگون کردن تیر روزی زنان نیست، مگر این نیست که باید مرد سالاری و خشونت و بهره‌کشی علیه زنان را از میان برداشت؟ و مگر این نیست که باید بساط زن ستیزی را واژگون کرد؟ پس روز جهانی زن روز خواهران شهید ماست که هیولای زن ستیزی و استبداد دینی یعنی رژیم ولایت فقیه را هدف قرار دادند. این است عزم سرخ فام زن ایرانی برای به دست آوردن آزادی و برابری، و این بشارت سرنگونی حتمی رژیم ولایت فقیه است. از دهه 60 تا امروز هزاران زن پیشتاز که بخش اعظم اونها رو زنان مجاهد تشکیل می‌دهند و در رأس همه اشرف رجوی، در رویارویی با رژیم آخوندی به شهادت رسیدند. در دوران پایداری اشرف، زنان مجاهد همچون زهره و گیتی و سبا و آسیه با بذل جانهای خود پرچم آزادی ایران رو در اهتزاز نگه داشتند. و حالا زنان شجاع ایران در کانونهای شورشی و در صف مقدم قیامها نبرد برای سرنگونی استبداد زن ستیز آخوندها را فرماندهی می کنند. براستی چه گواهی بالاتر و روشنتر از این مسئولیت پذیری و نقش آفرینی پیشتازانه که شایستگی زن ایرانی را اثبات می کند. مقام های رژیم و سران سپاه جرار خامنه‌ای و رسانه های حکومتی بارها با وحشت زدگی از نقش فرماندهی زنان جوان در صحنه قیام ها گفتند و اذعان کردند که این زنان بودند که به قول آنها لیدر تجمعات و اعتراضات آبان و دی بودند. بله، این حقیقت دارد، اما حقیقت مهمتر این است که سرانجام این زنان پیشتازند که در صف مقدم نبرد سرنگونی استبداد دینی را به زیر می کشند. طرح رهایی ایران همان طرح نوعی که مردم ایران از طریق پیشگامان از خود گذشتهش در پی آن است، در این چهار واژه فشرده شده است: آزادی، دموکراسی، برابری و رهایی. ما مفتخریم که پیشتاز طرح آزادی ایران زنان فداکار و شجاعی هستند که ده ها هزارشان در مبارزه با رژیم، شکنجه یا شهید شدند. زنان شهید در آبان خونین و آتشین جلوه خیره کننده بهایی است که زنان ایران پرداخته و می‌پردازند. راستی نقش کلیدی خواهران و دختران دلیر ما در قیام آبان به چه معنی است؟ اونها برای چی به خیابون‌ها اومدند و برای چی جانها و خونهای خود را نثار می‌کنند؟ برای اون که عهد استبداد زن ستیز ولایت فقیه به پایان رسیده است. برای اینکه دوران دین اجباری
و حاکمیت اجباری و حجاب اجباری به سر آمده است. برای اینکه بی حقوقی زنان و تحمیل انواع ستمهای جنسیتی و طبقاتی و ملی به زن ایرانی دیگر نباید ادامه پیدا کند. آره، زنان دلیر به میدان آمده اند، نه فقط برای رهایی خود، بلکه برای آزادی و رهایی ایران و ایرانی، و آمده اند که مبارزه جامعه ایران برای آزادی، دموکراسی و برابری را پیش ببرند. حرف آنها و خواسته آنها این است که زنان از هر ملیت، مذهب و طبقه اجتماعی باید از حقوق برابر با مردان در همه زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برخوردار باشند. اعتقاد به دین و مذهب و عقیده نباید موجب تحقیر هیچ زنی یا منع اونها از دسترسی به فرصت‌های شغلی، امکانات آموزشی و یا دادخواهی شود. در ایران بعد از آخوندها زنان در انتخاب پوشش خود آزادند. قانون حجاب اجباری لغو می‌شود. چند همسری و ازدواج قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع است. در بازار کار زنان باید از فرصت‌های برابر با مردان برخوردار باشند و در ازای کار مساوی از دستمزد و مزایای مساوی با مردان برخوردار باشند. و به طور خاص زنان باید حق مشارکت برابر در رهبری سیاسی جامعه را داشته باشند. این چشم‌انداز روشن را عزم راسخ مردم و مقاومت ایران و زنان به پا خواسته به واقعیت خواهد رساند. دوستان عزیز، رژیم آخوندها در محاصره اعتراض‌های خروشان جامعه است. نه بزرگ مردم ایران مفتضح‌ترین نمایش انتخابات را روی سر خامنه‌ای آوار کرده است و قرار گرفتن رژیم در لیست سیاه پولشویی شرایط مالی آخوندها را در تنگنا قرار داده است. در عراق نیز که خامنه‌ای اون رو عمق استراتژیک رژیم خودش اعلام کرده بود، قیام بزرگی علیه حاکمان وابسته به همین رژیم برپا شده که زنان شجاع عراق در آن نقش مهم ایفا می کنند. دوستان عزیز، در حاکمیت این رژیم هر حادثه طبیعی یا هر مشکل قابل پیشگیری از ویروس کرونا تا سیل و زلزله به مصیبت و بلای بزرگ برای مردم تبدیل میشه. مردم ایران به خصوص زنان نخستین قربانی تبهکاری آخوندها هستند. فاجعه کرونا در ابعاد کلان و در سطح سراسری جریان داره و رژیم درباره اون همون تجربه تلخ هواپیمای اوکراینی رو تکرار میکنه. در این رابطه از پزشکان، پرستاران و کارکنان بیمارستان ها میخواهم به خاطر حفظ جان و سلامت مردم و برای خونسا کردن پنهانکاری رژیم، اطلاعات خود را سریعاً در اختیار افکار عمومی قرار بدهند. به خصوص از سازمان بهداشت جهانی می‌خواهیم که یک گزارش مستند درباره تمام حقایق و آمار در مورد کرونا برای حفظ جان و سلامت مردم ایران و سایر کشورهای جهان در اختیار افکار عمومی و ارگان‌های بین‌المللی زیربط بگذارد. در پایان به رزم و مقاومت خواهران و دختران دلیرمان در کانون‌های شورشی و ایستادگی ستودنی خواهرانمان در زندان‌های سیاسی درود می‌فرستم و شما خواهران عزیزم را که در خارج ایران پیوسته برای آزادی و رهایی مردمتون در تلاش هستید به گسترش فعالیت برای حمایت از قیام‌ها و کانون‌های شورشی فرا می‌خوانم. بنابراین
1. از مجامع جهانی و به ویژه نهادهای مدافع حقوق زنان و حقوق بشر پیگیرانه بخواهید که کشتار بیش از 1500 تن از قیام کنندگان و به ویژه زنان قیام آفرین توسط رژیم را قویاً محکوم کنند. 2. از اتحادیه اروپا به ویژه دولت سوئد بخواهید رژیم را برای پذیرش یک هیئت تحقیق درباره وضعیت زندانیان سیاسی زن در ایران تحت فشار قرار دهند. 3. دولت‌ها را برانگیزید که حق مردم و جوانان شورشگر برای مقابله با جنایت‌های سپاه پاسداران و سایر قوای سرکوب و مبارزه مردم ایران برای تغییر رژیم و استقرار آزادی را به رسمیت بشناسند. 4. هر جا که هستید به عنوان یار و یاور کانون‌های شورشی و قیام‌ها هر روز به این فکر کنید که چه کاری می‌توانید برای پیشرفت رزمان‌ها انجام دهید. مسئولیت پشتیبانی کانون‌های شورشی و استمرار قیام را بر شانه‌های خود بگذارید و هر لحظه با قیام و برای قیام به پیش بروید. درود بر همه شما. پیروز باشید. خانم اینگرید شو، عضو ارشد پارلمان نروژ از حزب محافظه‌کار، یکی از 3 حزب تشکیل دهنده دولت نروژ و نایب رئیس پارلمان نروژ، در یک پیام به گردهمایی زنان نیروی تغییر در استکهلم گفت: امیدوارم که همگی شما در احترام گذاشتن به روز جهانی زن به من بپیوندید. روز جهانی زن تنها خاص نیمی از جمعیت دنیا نیست، بلکه متعلق به همه است. یک جامعه هیچگاه قادر به استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود نیست، مگر آنکه زنان نیز همانند مردان از امکانات و فرصت‌های برابر برخوردار شوند. متأسفانه در بسیاری از نقاط جهان این گونه نیست. ما باید از هر موقعیتی استفاده کنیم تا همبستگی خودمان را با زنانی که در ترس زندگی می‌کنند نشان دهیم. آنهایی که از سرکوب و خشونت رنج می‌برند. زنان باید از همان حقوقی برخوردار باشند، چه در نروژ زندگی کنند و چه در ایران و یا در سوئد. من بدین وسیله قدردانی خودم را به خاطر دعوت من به برنامه‌تان و همبستگی‌ام را با شما در روز جهانی زن ابراز می‌کنم. To give a statement of solidarity with all women on this important day. Thank you so much. خانم والنتینا لسکای، وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی آلبانی و معاون رئیس مجمع پارلمانی شورای اروپا، در سخنان خود در این گرد همایی گفت: I'll mention Damona. She has been 2 years old in the prison. 2 years old in the prison. But she is not the only one. She is not Damona. There are thousands and thousands of Damonas in between you that they have been put in prison. They have been killed in the street. They have been persecuted.
They have been burnt out with acid in their faces, and do you know why? Because they refuse to cover the face, and only for this they have been burnt out. There are women that they have been persecuted for nothing, only because they believe in human beings, only because they dream about human rights, only because they dream about women's rights. I would like to say something that really I'm very proud of women, because I'm a woman as well, and my country has passed a dictatorship, but I never seen such a dictatorship like in Iran. And of course, I'm really very, very good and very strong when I see Iranian women under the leadership of Madame Rajavi to fight together with their colleagues for freedom, against dictatorship, against Islamist fundamentalism, because this is not religion. No, this is not religion, what they are pretending to do. But I'd like to mention something about Ashraf 3 camp in my country. Albania is a small country, as might you know. Albania is not a rich country. It is a rather poor country, I can say. But our people have a big heart. And for this reason, we opened the door for Iranian people to stay. Suffer from dictatorship, to support and to protect the people that they fight for human rights, they fight for justice, they fight against the dictatorship. But I'd like to say something about Iranian people that they live in Albania. You know, they came there, they didn't wait for other people or other countries to build their houses or to do more for them. They built everything themselves. They built a wonderful camp with everything in for social, economic life, and what is most important, they have built a community with Albanian people in neighborhood. They respect each other in spite of the fact that they belong to the Muslim or Christian or other beliefs. I have really a great admiration for these people that they fight for freedom and of course against the dictatorship, against the regime that killed 1,500 people in the street. How you can not support the people that they are suffering from this regime? But for me, resistance, the people of resistance, are not only brave people, are not only people of courage, but they are really very smart when they have chosen to have a leader like Madame Rajavi. I know her since many years now. And of course, what I mentioned before is what I think, that a people that choose as a leader a woman in front of the most dictatorship regime is really very smart people. Because the message is not only for Iran, it goes beyond. For your region and beyond the region as well. But I would like to say a few things about Madame Rajavi.
She is a woman of courage. She is a woman of a strong personality. She is a woman that made international your very important issue, your cause. And she is getting more and more international recognition and support. And of course, it was under her leadership. She is human, but she is strong. And I respect this. My country, our government, recently took a decision to expel the Iranian ambassador and first chancellor from the country. Because they were planning to attack Iranian people who live in Albania now. And I think it's the right thing to do. As it was the right thing to do to accept Albania, in Albania, Iranians, that they were really suffering and to build the Ashraf tree in our country. When you enter in the Ashraf tree in the country, you can read the slogan that they said that victory is ours, future is ours. I believe the victory is yours and future is yours because you are fighting yourself, and I think that this is the right, and I would like to say that is the right thing to do and to support the people that they suffer from the dictatorship and to support the people that they have been under the terror, and I think to make the Iran free, because it's not what Iranian people deserve, what they have today there. I wish you all the best, good successes. Thank you.